اون فکر میکرد که افراد پولدار افرادی بودن که سر همه کلا میذاشتن و فکر میکرد هر کسی که پول داره حتما یکی رو فریب داده بود خب منم با عقاید زیادی در مورد پول بزرگ شدم که اگه پول داشته باشم آدم بدیم پدرم میگفت گفت آدم یه شرور پول دارم و دیگه اینکه خب پول که از درخت نمیافته این خیلی پر استفاده بود فکر کردی من کیم را که فلر این یکی از عبارات مورد علاقش بود خب من با این نقدی بزرگ شدم که زندگی سخته باید رنج کشید و وقتی با استون آشنا شدم عملا شروع به تغییر زندگیم کردم. was hard, you had to struggle. And it was only when I met W. Clement Stone that I literally began to shift my life. هر آنچه که ذهن انسان بتواند درک کند میتواند به دست بیاورد. دبلیو وقتی که من با اسون کار میکردم اون بهم به گفت میخوام که یه هدف مشخص کنی که اونقدر بزرگ باشه که اگه بهش برسی از تعجب خوشکت بزنه و اینو بدونی که فقط به خاطر چیزی که من به تو یاد دادم تونستی به این هدف برسی خب اون موقع من سالی حدود 8000 دلار درآمد داشتم و به دلایلی میخواستم هدفامو انتخاب کنم که بشه ارزش مشخصی براش قائل شد پس من گفتم من میخوام 100000 دلار در یک سال در بیارم و هیچ ایده هم نداشتم که چطور این کارو بکنم هیچ استراتژی و هیچ امکانی رو تصور نمیکردم ولی با خودم گفتم من اینو اعلام میکنم واضح بیان میکنم و بهش ایمان خواهم داشت یه جوری رفتار میکنم که انگار اتفاق افتاده و منتشرش میکنم و من این کارو کردم و یکی از اون چیزایی که اون یادم داد این بود که هر روز شما رو ببندم و اهدافمو تجسم کنم به شکلی که الان بهشون رسیدم و منم برای خودم یه اسکناس 100 هزار دلاری درست کرده بودم که چسبونده بودمش به سخت اینطوری اون اولین چیزی بود که بعد از بیدار شدنم میدیدم به بالا نگاه می کردم و اون اینجا بود و به هم یادآوری می کرد که خواسته من اینه و بعد من چشامو می و داشتن این صد هزار دلار رو تجسم می کردم. روش زندگی جالب این بود که در سی روز آینده هیچ اتفاق خاصی نیفتاد خیلی ناگهانی وقتی زیر دوش بودم یه ایده 100 هزار دلاری به ذهنم رسید من یه کتاب داشتم که خودم نوشته بودم و به خودم گفتم که اگه بتونم چهار هزار نسخه از کتابمو هر کدوم 25 سنت بفروشم اون وقت صد هزار دلار گیرم میاد خب کتاب که آماده بود ولی من هرگز این فکر رو نداشتم فکر می کنم یکی از راس هم همین باشه وقتی شما افکار الهام شده ای دارید باید بهشون اعتماد کنید و باید به اونها عمل کنید خب ولی من نمیدونستم چطور باید این کارو بکنم نمیدونستم که چطوری میتونم 400 هزار نسخه رو بفروشم هرگز این کارو نکرده بودم و بعد من مجله نشنال انکوایر رو تو سوپرمارکت دیدم من اونو میلیون ها بار دیده بودم و فقط به عنوان پس زمینه ولی ناگهان اون به طرف من پرید و شد تصویر اصلی من فکر کردم او اگه خواننده های مجله در مورد کتاب من بدونن مطمئنا 400 هزار نفر خواهند رفت و اونو خواهند خرید نسخه زیبایی بود میخوام باهاتون مصاحبه کنم بذارید کارتمو بهتون بدم خبرنگار کجایی آزاد کار میکنم مقالاتم و میدم به نشنال اینکوئرر یاد سریال ماجرهای باور نکردنی افتادم نه 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 نه, نه, نه. <applause> فهمیدم این واقعیت داره بعد اون مقاله چاپ شد و فروش و کتاب من شروع کرد به بالا رفتن ولی اون نکته که من میخوام بگم اینه که من داشتم تمام این اتفاقات متفاوت و اون خبرنگار رو به زندگیم جذب میکردم خلاصه اینکه من اون سال 100 هزار دلار رو به دست نیاوردم ما 92327 دلار درآوردیم ولی فکر میکنید که افسرده شده بودیم و میگفتیم نه جواب نمیده نه ما میگفتیم خدایا این شگفت و حتی همسرم به من گفت وای اگه این برای 100 هزار دلار عملیه فکر می‌کنی برای یه میلیون دلارم باشه و من گفتم نمیدونم فکر می‌کنم بشه بیا امتحانش کنیم و ناشر من در واقع برام یه چک کشید اون چک حق تالیف بود برای اولین کتاب سوپ مرغ برای رو اون یه صورت خندان روی امضاش کشیده بود چون اولین چک یه میلیون دلاریش بود پس من از تجربه خودم آگاهم چون خودم میخواستم که امتحانش کنم که آیا واقعا این راز عمل میکنه. ما اون رو با آزمایش گذاشتیم و اون کاملا عمل کرد و حالا من زندگیمو به همین روش ادامه میدم تمام روزامو خب من میتونم فکر کنم که خیلی ها که الان دارن این فیلمو میبینن چی فکر میکنن و اینه که من چطور میتونم پول بیشتری رو به زندگیم جذب کنم چطور میتونم بیشتر از اون اسکناس های سبز گیر بیارم چطور میتونم ثروت و مکنت بیشتری فراهم کنم چطور وقتی که شغلم رو دوست دارم میتونم با مشکل بدهکاری یا مواجه بشم و این باور که ممکنه سخفی برای پولی که من در وجود داشته باشه چون من دارم از طریق شغلم پول در من چطور میتونم بیشتر در بیارم قصدشو داشته باشید این برمیگرده به یکی از چیزهایی که ما در طول تمام این برنامه داشتیم در موردش صحبت میکردیم وظیفه شما اینه که اون چیزی رو که میخواهید از کاتالوگ کائنات انتخاب و اعلام کنید خب اگه پول یکی از ایناست بگید که دوست داری چقدر داشته باشید من دوست دارم که 25 هزار دلار درآمد منتظره داشته باشم اونم در سی روز آینده یا هر جور آرزوی دیگه ای که دارید اگر مردم هدفشون خلاص شدن از بدهکاری این شما رو تا ابد بدهکار نگه میداره هر اون چیزی رو که بهش فکر میکنید جذب خواهید کرد شما میگید این خلاص شدن از قرضه اگر دارید به بدهکاری فکر میکنید بدهکاری رو جذب میکنید یه برنامه پرداخت قروز اتوماتیک طراحی کنید و شروع کنید به تمرکز بر سروت مردم به من میگن من دوست دارم درآمدمو در, در سال آینده دو برابر بر کنم ولی بعد که به اعمالشون نگاه میکنیم میبینیم اونا کارایی رو که برای این هدف لازمه انجام نمیدن و خب اون وقت فوری برمیگردن و میگن خب من نمیتونم پول اینو بدم خب باشه میدونید چیه کائنات میگه فرمانبردارم سرورم همینطور که دارید به خاطر پول نداشتن غور میزنید در حالی که دارید با دوستتون در مورد پول نداشتن صحبت می کنید همینطور که به خاطر پول نداشتن احساس ناراحتی می کنید در واقع دارید فکری رو در ذهنتون فعال می کنید و یا به فعالیتش نیرو میبخشید که بسیار با اون خواسته که مطرح کردین تفاوت داره بالاخره نتیجه ای که اینجا میگیریم اینه که شما نمیتونید پول بیشتری رو طلب کنید در حالی که رو کم بودنش تمرکز میکنید وقتی که اولین بار راز رو فهمیدم برام قبض می اومد هر روز یه دسته قبض لای نامه ها برام می اومد و من فکر میکردم که اینها چطور میتونم اینو تغییر بدم قانون جاذبه بیان میکنه که اون چیزی رو که روش تمرکز کنید به دست خواهید آورد. پس من یه صورت حساب بانکی گرفتم. روی مجموعه موجودی رو لاک گرفتم و یک موجودی جدید و جاش وارد کردم. دقیقا همون مقداری رو که دوست داشتم توی بانک داشته باشم اونجا نوشتم. خب چی میشه اگه تجسم کنم که با نامه هام یه دسته چک برام میاد؟ بعد از اون تجسم کردم که یه دسته چک برام با نامه ها اومده. در کمتر از یک ماه همه چیز شروع به تغییر کرد و این خیلی جالبه. امروز دیگه فقط توی نام ها برام چک میاد. یه چند تا قبض میاد ولی بیشتر از ها برام چک میاد. من با این فکر بزرگ شدم که باید برای پول سخت کار کرد و بعد من این فکر رو با این عوض کردم که پول راحت به دست میاد به نظر مثل یه دروغ میاد درسته یه قسمتی از مغزتون هست که خواهد گفت ای دروغ خیلی هم سخته پس باید بدونین که این بروبیات و مدتی مثل مسابقه تنیس وجود خواهد داشت وقتی موضوع ایجاد ثروت به میان میاد، ثروت یه قرارداد ذهنیه. همش به این برمیگرده که شما چطور فکر کنید. من میتونم بگم که 80 درصد آموزشهایی که من به صورت خصوصی به افراد میدم، در مورد روانشناسی اونها و نحوه تفکرشونه. و میدونم که وقتی افراد اینو میشنون، میگن: "اوه، شما میتونید ولی من نمیتونم." هر انسانی قابلیت تغییر در روش برقراری ارتباط و تعاملش با پول داره. من افراد زیادی رو میبینم که شاید درآمد فقرات زیادی داشته باشم ولی روابطشون به یکی میره در زمین این یه عبارت فنیه و این ثروت نیست واقعا اینطور نیست ببینید شما میتونید به دنبال پول برید و ممکنه پولدار بشید ولی این تضمین نمی کنه که ثروتمند بشید من نمیخوام بگم که پول جزی از ثروت نیست بلکه قطعا هست ولی فقط جزی از اونه و بعد من افراد زیادی رو میبینم که نمیدونم مثلا افراد معنوی هستن ولی اونها همیشه مریضن اینم هم ثروت نیست زندگی باید در تمام وجود پربار و غنی باشه خیلی از مردم در فرهنگ غرب جدا به دنبال موفقیتن میخوان خونه خوبی داشته باشن میخوان که کسب و کارشون به خوبی پیش بره خیلی از اینجور جور چیزا ولی چیزی که من در تحقیقاتم بهش رسیدم اینه که داشتن همه اینا به هیچ وجه تضمین نمیکنه که به چیزی که واقعا میخوایم برسیم که اون خوشبختیه و از اینجاست که تمام اون چیزهای حاشیه ای به دست میان اگه به دنبال اونها بریم تا به خوشبختی برسیم بهشون نمیرسیم برعکس شما ابتدا به دنبال حس لذت درونی آرامش درونی بینش درونی میرید و بعد تمام اون چیزها از دور برپدیدار خواهند شد این راز برای من در واقع این معنی رو داره که ما خالقین جهان خودمون هستیم و اینکه هر آرزویی که برای خلقت چیزی داریم در زندگی ما شکل خواهد گرفت برای همین خیلی مهمه که چه چیزی آرزو می کنید چه افکاری دارید چه احساساتی دارید برای اینکه پدیدار خواهند شد درون یک رابطه خیلی مهمه که ابتدا بفهمیم که چه کسی داره وارد اون رابطه اجتماعی میشه و منظور من مخاطب شما نیست منظور من خود شمایی چطور انتظار دارید کسی از مصاحبت شما لذت ببره وقتی خودتون لذت نمیبرید پس دوباره قانون جاذبه یه همون راز کارش شروع میکنه کارش اینه که اونو به زندگی شما بیاره و شما باید موضوع رو روشن کنید این سوالیه که من میخوام بهش فکر کنید آیا با خودتون اونطور رفتار میکنید که دوست دارید دیگران با شما رفتار کنن؟ شما تبدیل به راه چارای خودتون میشین نگین که هی hey, تو به من بده کاری که باید بیشتر بم بدین در عوض بیشتر به خودتون بدین وقتی رو بذارید برای پرداختن به خودتون به نحوی که خودتون رو تا اشبا پر کنید تا جایی که سرریز کنید و به بقیه بدین من وارد خیلی از روابط شدم به این امید که دوستم زیبایی منو به هم نشون بده من نیاز داشتم که اون زیبایی منو به هم نشون بده چون که من احساس زیبایی نمی کردم چون وقتی که من داشتم بزرگ می شدم قهرمانان زن من تو سریال های فرشتگان چارلی بودن یا مثلا زن شگفت انگیز و با اینکه اونها زنای فوق ای بودن هیچ کدومشون شبیه من نبودن همینطور بود تا وقتی من ایستادم و عاشق لیسا شدم با لبای درشت و پاهای چاقش پوست قهوه ای و آفریقایی یه چیز شگفت هست من چهار ساله که دارم خودم رو مطالعه می و دوست دارم خودم رو ببوسم برای اینکه باید عادت کنید که عاشق خودتون باشید در مورد خودبینی حرف نمی‌زنم. منظور من یه احترام به نفس سالم و و همینطور که خودتون دوست دارید بقیه هم دوست خواهید داشت